سلام، اما بعد، ايه الروح؟ وكنا حالا میخوام قصه بگم از این بهانه استفاده کنم، از بهانه حرف زدن در مورد دیسکریت فایبریشن استفاده کنم و قصه بگم. الان ما همین الان دیدیم که یکی دو سه جلسه است دیدیم که یه نوشه این اسمم دیسکریت فایبریشن یه که برای کتگوری ها تعریف میشه، یه ربطکی هم داره به توپولوژی، اینطوری که اگر یه نوشن دارید که مجموع کاورینگ سپیس، بعد گفتیم هر کاورینگ سپیس به ما، اگر یادتون باشه گفتیم که اگر یک این وسواس مام که این بود نازو که دیگه چرا اینطوری میکنیم، هر کاورینگ سپیس که آقای تعریفی داشت کار ندارم که یه مپ پیوسته به فضا توپولوژی که داشتیم، این به ما اگر پایوانش رو میگرفتی که پایوان بود فاندامنتال گروپایید که اشیاش نقطه های این مپاش هم تابعه پیوستی توی این طبیعتا، البته آب تو هوموتوپی برای این که شکل پذیر نمیده. بعد این یکی هم هست پایوان بی و خب پایوان فانکتور هم هست، پایوان اف هم هیچی نیست، همین نقطه ها رو افشو میگیره چون اف تابعه است، مپای پیوسته رو هم افشو میگیره، میشه مپ پایین، میشه مپ پیوسته پایین، هیچ کار خاصی نمیکنه. اینو در نظر بگیر، روشنه که البته فضا توپولوژیک دیتا بیشتری داره، نه از فقط مسیرهای پیوسته توش نمیشه همه دیتا توپولوژی رو در آورد، این حرفی که میزنم واضح نیست، اما اون در واقع مهمه که همه بازار رو باید بلد باشیم، ولی به هر حال یه وریش هست، یعنی اینو به من بدن من یه دونه از اینا میتونم بگیرم که این از قضا دیسکریت فایبریشن میشه، اینم بگیر، یعنی یه رفتی این نوشن کاتگوری که ما داره به نوشن توپولوژیکمون از یه وری، و همین الان هم دیدیم که هر دیسکریت فایبریشن هم میشه دو جور دید، یکی به منزله یه فایبری که روی پایینی روی بیس تکان بخوره، یا معادلن به منزله یه مپی که یه جور لیفتینگی داره، که لیفتینگ یونیکی داره. خب حالا حرف من اینه که ببین دیسکریت فایبریشن یک چیزی است در واقع لیفتینگ دیگه، و درسته که لیفتینگ مپه، ولی اساساً چه بگیم لیفتینگ مپ چه بگیم اون فلان فانکتوره که از بیس میره به چیز، اینا درست کتگوریک تعریف شدن، یعنی دو تا نوشنن که اساسا با هم معادلن و در دنیای کتگوری ها و فانکتور ها اینا تعریف شدن، اما خیلی پیش میاد این ورور در ریاضیات که شکل جنرال این سرکلش پیدا میشه و این اکویوالنس هم پیدا میشه سرکلش توی کانتکست مربوط. خب حالا سوال اینه که در یک کانتکست دل بخواه ما چی بگیریم دیسکریت فایبریشن رو، اولا یه شهودی من اول بگم که دیسکریت فایبریشن رو چی بگیریم، دیسکریت فایبریشن رو این بگیرید همجوری خیلی دست باز، خب که در یک کانتکستی که نمیدونیم چیه، میتونه توپولوژی باشه مثل اینجا، یا میتونه جو باشه، یا میتونه نمیدونم لاجیک باشه، هر چی یه فضایی داری نمیدونم، یه جور موجود بی داریم، خب یه انتیتی بی داریم، یک هویت ریاضی بی داریم، نمیدونم یه چیزه توپولوژی، نمیدونم هندسه است، بگم چیزیه. خب درکتون از فایبریشن باید این باشه که فایبریشن ها در اون کانتکست، دیسکریت فایبریشن ها در اون کانتکست چیزن، یه سته تا اینجاش روشنه که یعنی چی، که روی این بی
نرم و هموار تکون میخوره. بشه این شهود ماست. این شهود ما مشکلش اینه که معنی دقیق درست درمانی الان نداره اینجوری که من دارم حرف میزنم. علتش هم اینه که خب ست که معلومه چی روی این تغییر میکنه، مشکل بزرگش اینه که تغییر چجوری میکنه. مثلا اگه این یه سه نقطه داشته باشه، من میتونم به هر نقطهش یه ست نسبت. خب این عجیبی. بیا فرض کنیم سه نقطه داره، یه سه نقطه بهش نسبت جزو من از ست نیست، یه سه نقطه بهش نسبت دادی، من با بی عضو بی نشون میدم. ولی شما میتونید فرض کنیم بی مثلا یه چیز از چلفتیه، ولی من یه سه پوینت بهش نسبت دادم، میگم اینا من از این بعد بریم که اینا پوینت هاشه، اشکال که نده. اگه من این کار بکنم، اون وقت یک فایبری که روی نرم حرکت میکنه، خب دست کم ما میدونیم که یعنی که یه تابعیه مثلا که به هر یه دنباله اینجوری مثلا به هر بی به هر نقطهش یه فایبر نسبت میدیم، اینم مثلا بزرگ، اینم بهش میشه ست. درسته؟ عجیب نیست دیگه، این اینه، اینم ست میشه. ولی این چیزه، این تصویر لحظه ایشه، در هر لحظه ازش عکس گرفتم. این وریشنه رو من نمیده، این من میگه که استاتیکلی میگه هر لحظه ای کجاست، و هر دنباله اینجوری رو که من نمیخوام بگیرم که فایبرشه، باید این نرم حرکت کردن روشن باشه. چیزی که میخوام بگم اینه که فعلا پیل عجیب نیست اگه من یه سری نقطه متصل کرده باشم به بی، که خیلی اوقات میتونم از فایبرام حرف بزنم. خب چیزی که نمیتونم در موردش حرف بزنم که یه شهودیه که همینجوری رو هوا دارم، این که اینش نرم حرکت میکنه. بعضی وقت ماشینش هست، مثلا وقتی بی فضای توپولوژیکه، خب تو فضای توپولوژیک تو مفهوم پیوستگی و نرم و اینا داری، نمیگم الواضحه که چجوری باید گفت، ولی بالاخره یک گاهش میتونم بکنم دیگه، یعنی بالاخره یه ماشینی داره. یه وقتایی هم هست که اصلا ندارم، یعنی دست کم دم دستم ندارم، مثلا بی رو فرض کنی یه میدانی باشه، میدان معنی جبریش، این میدان اعداد گویا. خب من میتونم به این پوینت نسبت بدم، بگم نقطه هاشو بگیر مثلا ست دیگه، بالاخره این پوینت هاش. ولی حرکت نرم دیگه تو کیوب چه ذره ماریه، برای اینکه مثلا مپ پیوسته اونجا نیست، توپولوژی هم هست، حالا توپولوژی هم نیست در واقع، یا اگر مثلا مختلف هست خیلی را نمیده به این درک من از تغییر. بنابراین یه چیز رو هوایی میمونه، یه شهودی دارم که تو هر کانتکست بعد از کار کردن با یه عالم کانتکست مختلف و هر جایی یه شهودی دیولپ میکنی که این اینا اون این دیسکریپت بودنش مربوط به اینکه این سته، نه فضای توپولوژیک، نه خودش مثلا یه جبری، چیزی ستی، و این نرم داره تکون میخوره، یه شهودی دیولپ کنی که اینجا نرم یعنی چی دیگه معنی. ولی یکم رو هواست. حالا پوینت هم اینه که یه جایی میشه یه جایی نمیشه، توپولوژی میشه، کاتگوری میشه، کاتگوری به خیلی سری ما مورف داریم، مورف ها میتونن چیز باشن، نماینده یه حرکت باشن در چیز نه. یه وقتی هم مثل عدد گویا نداریم میچنه. خب ولی یه شهودی داریم، شهودمون اینه که برگردن سر اصل هم که دیسکریت فایبریشن مهمه ایدهش، و ایده خب طبیعتا وسط ایده است و شکل خیلی جنرال داره، نمیشه خیلی پین پوینتش کرد که دقیقه اینش. حالا اما شهودی که داریم ایدهش اینه که یک ست این دیسکریت بودنشه، نرم روی نه همجوری قزن قرتکی نمیشه یه دنباله بی نسبت داره، نرم روی بی که هویت ریاضی که ما دادم و نمیدونیم چیه تکون بخوره. خب حالا الان چیزی که من این قصه که میخوام منبعی که میخوام بدم اینه که چطور ما ابزار این رو داریم که این حرفی که من زدم رو فرمال کنیم، به این معنی که اگر یه سری دیتا کافی به من بدی، یعنی سری موجوداتی دادی به من، فرض کن یه سری موجود به من دادی به کاتگوری
خب میگه که آقا من این کاتگوری چیزه، یه موجودات توشم، ما میتونیم به هر موجودی اون تو که آبجکتیه تو کاتگوری من دادی. میگه که ببین من راستش به اینا که فکر میکنم، اما میبینم که این اشیایی که این توه رو هم شیه، ولی هر شیه رو واقعا میشه یه مپی تصور کرد، یه فایبریشنی تصور کرد، یه فایبریشن، یه حرکت نرمی روی یه بی فیکسی، بی ام فیکس. مثلا سی میتونه باشه همه یه کاتگوری همه کاورینگ اسپیس های یه بی فیکس. خب بنا به دلایلی که یه نمونش همینه که میشه ازش یه دیسکریت وایبریشن کاتگوری گرفت، تو میتونی بگی آقا ببین من راستش رو بخوای یه ای سی دارم تجربه از جمله این به من نشون داده که این بی ار که وقتی فیکس میکنی همه ای آی رو بیاری که نگاه میکنی کاتگوری سی به من میده، این سی ازاش اشیاش دنیای توش رفتارش عین کاتگوری حرکت های نرم روی بیه. من نمیدونم حرکت نرم روی بی چیه ها، خب تو این کیس میدونم بی فضا توپولوژیکه، یه وقتم بی میدانه، مثلا یه کاتگوری دادیم نمیدونم هرچی، ولی کاتگوری بوی اینو میده که انگار یه بی فیکسی هست و اینا فایبریشن های دیسکریت فایبریشن های روی بی هست، یعنی حرکت نرم های روی بی هست. توجه میکنی که دوباره میگم ما نمیدونیم حرکت نرم روی بی چیه، چی سردن میرم از اینا، ولی یه سی داریم، یه چیزی داریم به خاطر هم به خاطر ارتباطاتی که هست از جمله مثلا همین گارانتی. خب تو اون کیس خاص حرف من اینه که اگه شما سی رو به من بدین یه ذره دیگه هم بعد دیتا به من بدین که الان میگم، بعد من میتونم این کارا رو بکنم، میتونم از این ابستراکت نانسنس استفاده کنم که کاتگوری تئوری باشه. یک بگم باید حرکت، یعنی اون بگم اون آنچه که باعث حرکت نرم رو بی میشه اون مثل توپولوژی بیه، مثل کاتگوری مربوط به بیه، نه مورفای توی بیه که بی ابسترکت ها، اونا چی باید باشه، من میتونم اینو حدس بزنم، یعنی اون نوشن وریشن رو میتونم حدس بزنم، بعد واقعا میتونم ستا رو روی این بوریونم، شروع کنم تکان دادنشون و بعد ببینم راست میگین یا نه، میتونم امتحان کنم، آزمایش کنم که این سی شما واقعا با اون نوشن کانونی وریشنی که میشه خلق کردش این واقعا حرکت نرمه یا شما توهم زدین. میتونم اینو آزمایش کنم با کوهیرنسی یه چکرن یک کوهیرنسی در واقع یک کویوالنس. خب پس چی شد؟ یه کاتگوری سی دادین، میگین به نظر میاد یه آبجکت بی اما دسترسی بهش نداریم، چی نمیتونیم، یک چیز بی هست که جز پوینتاش مثلا فعلا و اینم روش وریشن، آیا این حرف من پرته، وریشن رو این بیه مثلا این میدان رو گویاست، وریشن رو بیه چی هست، چی باید اینو من بگیرم که باید نازمایش کنم، من اینا قرار جواب بده. خب گفتم یکم دیگه بیشتر اطلاعات بخوام، اطلاعات که میخوام یکی اینه که به من بگین که این پوینت های بی چیه و دوم بگین فایبرام چیه، فایبرام رو میخوام. خب اینا رو به من بدین، در اکثر اوقات این چیزه سخت نیست، یعنی این دیتا موجوده تو سی. من اولا که بگم که چجوری فایبر میدین، فایبر اینجوری که به ازای هر بی یک فانکتور فایبر هست که اشیای سی رو میخونه، هر سی یه فایبرشنه، فایبرشن توی سی رو میخونه که مثلا این باشه، میگه استاد فایبر بالای بی کوچولو چیه، یه ست باید باشه دیگه، مگه نمیگه یه ست رو بی داره تکون بخوره، بذار هر بی باید یه ست به من بدی، نه فقط بذار هر بی، بذار هر بی و هر فایبرشن به من یه فانکتور باید به من بدی از این به ست، یه همچین دنباله ای رو من میخوام. پس دیتایی که به من میدی اینه که سی رو به من میدی، واقعا اونی که به من میدی اینه، یه سی به من میدی، یه دونم اینو به من میدی، در واقع implicitly بی آی تو بی هم من میدونم چیه، ولی مهم نیست، ازای هر بی اینو میتونی مجموع ایندکس بخونین، یعنی آی از آی، یه سی به من دادین، یه سری فانکتور از ست از سی به ست دادین، من این فانکتورها رو به منزله همه فایبرهای تو همه پوینت هایی که اون یارو بی شما باید داشته باشه دست تلقی میکنه.
خب اینا دیتا هایی که من میدیم، بعد میگین که استاد این اینا رو بگی میتونی یه جور وریشن برای اون بی که معلومه چیه تعریف بکنی، بعد بگی که این حرفای من پرت و پلاس نه میش میتونی کار بکنی. من میگم آ چه نمیتونم الان برات میکنم. ولی قبل از این که شروع کنیم این کار رو کردن، بیاین یه دوتا مثال کانونی معروف و اینا ببینیم. یکیش همین کاورینگ اسپیس. پس کن شما پشتی اومدی پیش من میگی که آقا این کاورینگ اسپیس رو دیدی ربطشو با دیسکریت اسپیس، این نکنه خودش هم یه جور دیسک، نکنه مفهوم دیسکریت فایبریشن وسیع تر باشه، مثلا در توپولوژی بشه تعریفش کرد بعد کاورینگ اسپیس ها دقیقا همون دیسکریت ها باشه. ها؟ کار دیگه میشه چون یه برش شما رفتین و اینا. حرف احمقانه نیست دیگه. نه من میگم خب باشه، پس شما میگی سی چیه؟ کاتگوریه همه یه کاورینگ اسپیس های با اون مثلثاش که کاورینگ خب این کاتگوری سیه. خوشبختانه اکثر اوقات هم اینجوری که همونطور که گفتم اینجا فایبرها هم مشخصه چیه. فایبر اینجوریه که واقعا نقطه های توی بی رو میگیری، اینجا واقعا نقطه ها منظور نقطه های توی فضای توپولوژیک بی، نقطه هم روشنه چیه بر اساس داده شما به من، و چیز هم معلومه چیه، فایبر هم معلوم چیه. فایبر هایی که برای هر بی شما اف منفی یک اون بی درسته، این بذارید منظورم اینه. خب حالا فانکتورش بگم، حالا من باید فانکتور چیز رو تعریف کنم دیگه، نه فانکتور اف بی رو باید تعریف کنم که ایشون باید از سی تشریفش رو ببره به ست. نه خب بیا بگو اگر من یه اف بی داشته باشم و یه فایبریشنی بدم، فایبرش چیه؟ اف منفی یک بیه دیگه. و چی؟ واضحه که البته باید رو مپاشم بگم چیه، یعنی یه مپ یه مثلث هم باشه اونم میشه همون تابعی که اون مثلث القا میکنه، همون اچ بگیریم از اف منفی یک بی به چیز، به خاطر اینکه وقتی شما یه همچین چیزی دارین صد بار امروز دیدیم اینجوری داریم، یه تابع اینجا داریم که اینا جا به جا میشه، بعد اگه من یه نفر این بالا بگیرم این فایبر به این فایبر، همین این تابع این فایبر رو میاره به این فایبر. خب به این استناد میتونم بگم یه مپی که اینجا دارم، یه مپی که اینجا دارم، درست قاطی کردم کامل، یه مپی که تو سی دارم که همین مپی هست که گفتم مپ به این دوتا فایبر، این مپ رو مثلا اسمش بذاریم H، این H F B باید کجا ببره؟ این B فیکس اینجا، این میگه این فایبر رو بیار به این فایبر. چی خاصه؟ اصل حرف اینه که F B F من فایبر بالا بی رو نگاه میکنه و این دیتا به من داده شده. یعنی من وقتی که کاورینگ ها رو به من میدیم، خب خیلی چند نمیدونم، وریشن نمیدونم، چینا نمیدونم چیه، ولی پوینت ها رو میدونم، فایبر فانکتور های فایبر رو میدونم، اینا رو میدونم. اینا دیتایی که من میدیم اطلاعات داده شده است، من میتونم باهاش بازی کنم. این مثال معقولیه، مخصوصا بخاطر ارتباطش با ارتباطش که قبلا گفتیم و اینا، چیزه بس معقولی میده که آیا این منطقیه. ولی متوجه این که اصل حرف اینه که این دیسکریت فایبریشن هر چی هست نشونه وسیع تریه از آنچه که ما فقط برای کاتگوری تعریف کردیم. یه مثال دیگه بزنم که این دیگه واقعا چیزه، نمیتونم هم الان موتیویتش کنم، یعنی زورم نمیرسه، ندارم دیتای ابزاراشو، همینجا من قبول کنیم، ولی اصلا خوبیش هم همینه بخاطر اینکه زورم نمیرسه خیلی به نظر چیز میاد چل شده چه تپت داری میگه اینا و خوبه چون قراره که ببینیم که کانتکست های هست که خیلی غریبه ولی رفتارهای کاورینگ یکی دارن، چیزی دارن، دیسکریت فایبریشن دارن. سی رو بگیرید اپوزیت این کاتگوریه، در واقع اپوزیت این پوسته. اول این گوشه ال رو بگیرید و کی رو بگیرید، دوتا فیلد، دوتا میدان هن اینا که این
بالای رو پایینی گسترش فاینایت گالواس، هم فاینایت هم گالواس. اگه نمیدونیم گالواس چیه فاینایت چیه، نه مهم نیست، اینو فکر کنید که من، یعنی با این مثال خاص فکر کنید که کیو بذارید کیو، بعد یه چند جمله پیدا کنید خب که با ذرایب توی کیو که این چند جمله یه سری ریشه داره، ولی خب هیچ کدوم ریشه هاش هم تو کی نی، مثلا مثل ایکس دای منهای دو. بعد ال رو بگیرید به کیو همه یان ریشه ها رو اضافه کنیم، این چند جمله پی ایکسی داریم مثلا، شبیه صفرش رو بگیر، همه ریشه های آلفا یک تا آلفا اینش هم اضافه کنیم، این همه اینا رو فرض کنیم با هم نامساوی هن. یعنی ریشه تکراری هم فرض کنیم طرف نداره. خب مثلا، یعنی مثلا مثل چه میدونم ایکس دو مساوی صفر مثلا نیست، یه صفر دو بار داره ریشه، دو انگار چیزه ریشه هم مفهم، این تا ریشه داره درجه این، این تا ریشه داره مفهم، همه این تا اضافه کنیم به کیو، اینجوری فکر کنیم به کیو ریشه ها رو اضافه کرد، ریشه های یه معادله ای رو که تکرار نداره اضافه کرد. این هم دی کیو ال دارم که این گسترش فاینایت گالوا رو، خب هم فاینایت هم گالوا. بعد میگه یه پوستی میشه تعریف کرد دیگه اینجا، این پوست رو در نظر بگیری، همه یه میدان های بین اینا رو در نظر، هر چی میدان بین این دوتا با اردر معمولی اپوزیت اینا، البته من تعریف میکنم بنابرای دلایل فنی اپوزیت، یعنی دوتا چیز اگه یکی زیر اون باشه من اینو برعکس میبینم بردش. خب حالا آب تو اون اپوزیته، این اپوزیته به خاطر اینه که موو میکنیم، این ستینگ که من در مورد حرف میزنم، همینطور که جزء کاورینگ اسپیس و کاتگوری اینا دیدیم، این ستینگ توپولوژیکه، جئومتریکه، اینجا با جبر کار دارم، یه اپوزیت اساسا لازم دارم که جئومتریکش کنم، ولی حالا مهم این اپوزیت چه نظر بگی. خب این پوست خیلی به نظر ابلهانه، دارم در واقع ادعا میکنم که هر افی که اینجا هست، اگه قرار باشه حرفم درست باشه، دارم ادعا میکنم یه چیزی هست، یه چیزی که بیه، آن چیز، اون موجود ریاضی، هر چی که هست، این افا که میدان رو بینشن، هر کدوم در واقع یک فایبریشن اوور بیه. حالا که من ادامه قوی تر کنم بذار اول بگم، این هر کدوم اینا یه فایبریشن هن اوور بی فیلد، بذاری که همینجور فکر کنیم فیلد، یه فیلد بگیریم، این فایبریشن رو چیه فیلد، خود فیلد فایبریشن ها توجه میکنین، یعنی کل فیلد فایبریشن، هیچی دهی نده، من میدونم چی ها، ولی همینجوری فکر کنین بدون هیچ کانتکستی، فیلد هیچ شستی نمیده، یه چند تا مثال مثلا شد بشه زد، ولی خب بعد بدترش میکنه، میگه که این بیه هرچی هم هست یه دونه نقطه داره، اینا رو ما میدونیم ها، اینا دیتایی که به ما میدن، اینا به تجربه به دست آمده فکر، یعنی من با این میدان ها کار میکردم، بعد میفهمم که ها اینا یه معنی هندسی هم میدن، بعد تو معنی هندسی نقطه هر کدوم نقطه مربوطه ها یه دونه است، پس منطقی که من نقطه یه دونه بگیرم، بعد به نظر میاد که این افا هم واقعا متناظر با یه فایبرایی هن که، یعنی حرف چیزی نیست، به تجربه ما به نظر ما میاد که این بی خود نیست، این حرف این یه حالت دیسکریت فایبرشن داره، الان من اون نمیتونم بگم، شما من قبول کنید که این یه مثال معروف دیسکریت فایبرشن، فایبرها چیه اون وقت استاد؟ فایبرها رو که بگید بدتر میشه، فایبر باید یه دونه فایبر باید بگی دیگه، چون یه نقطه است، فایبر اینطوری که از سی که این اپوزیت باشه تشریفش میبره به باید به ست دیگه، حالا خب یعنی باید به هر حالا نمیشد افکر ای به هر ای باید فایبری نسبت بده، نه
چی نسبت میده؟ میگه همه یه مثلا ای پریمایی که بالا بین بالا سر ایه و زیر ای. همه گسترش های ای رو میگیره فایبه. ببین خیلی ستینگ عجیبی. به این معنی که داره میگه که آقا یه نقطه ای هست، بعد هر ای رو میشه یه فایبر تلقی کرد رو بی، و اگه نقطه های اون فایبر رو هم بخواه، خود فایبر رو هم بخواه، این فایبر اکستنشن های ای. خیلی چیز قریبیه. تجربه ما میگه که اینجا رفت چیزه فقط همیست که بازی میکنیم با چیزایی. اینطوریه که اینا این ستینگ رو میشه ترجمه کرد به هندسه، بعد در هندسه میشه دید که این شبیه همین کاورینگ سپیس هاست اون ستینگش، که حالا من کار ندارم به این جزئیات، ولی حرفم اینه که آقا خیلی پیش میاد که به من یکی سی میده و میگه من اینو پیدا کردم آقا بیرون تو کوچه، این به نظر خیلی شبیه ایدم اینه که این رفتارش خیلی شبیه، وقتی مثلا به یه معنی میتونی تبدیلش کنی به هندسه، بوی کاورینگ سپیس و اینا میده. کاورینگ سپیس هم خودش بوی دیسکیت فایبرشه، میگه دیسکیت فایبرشه نیست به معنی و اینا. ببین مثلا الان من اینجا مشکلاتی دارم، اینجا باز یه بی من حداقل فاز توپولوژی که من وریشن روش معنی میده حداقل. الان اینجا این بی من یه نقطه ابسترکته، تغییر روی بی اول میتونه میگه که آره نقطه که میشه تغییر کرد میشه دیگه، تو نقطه اینجوری میشه تغییر کرد که مپ روش هست، مپ هاتم مثل اینکه بگین که روی کاتگوری که فقط یه نون نوز داره چیکار نمیشه کرد، میشه دیگه مپ هست. خب اینجا یه سری مپ هست روی این ظاهرا، و تغییر یعنی تغییر روی اون مپ ها که این فایبره میره به خودش دیگه، چون یعنی یه سری فانکشنه که این فایبر میبره به خودش، یه فانکشن های هست که این کار میکنه. چیه اون وریشن کانونی وقتی مثلا این K و L من Q و ریشه های فلانن من نمیتونم ببینم به طور طبیعی؟ حتی بدتر اگه من هندسیجم بکنم این ستینگ رو برای شما، یعنی اونی که موتیویت میکنه این قصه رو، اونجا هم من وریشن بندی طبیعی نمیبینم، وریشنی هست که متناظر با توپولوژی فضا هست، ولی اون چیزه کروده، خیلی زمخته نمیتونی ببینی. میخوام یعنی حتی هندسش هم بگم ما گیج میشیم. خب حالا برگم سر اصل قصه‌م، میخوام بگم یعنی یه وقتایی هست که ما کامل نمیدونیم که یه حسی داریم، اون حس رو من میخوام برای فرمال بگم چیکار میکنه. خیلی ساده است چون ما چیزی بلد نیستیم، ولی سری کاتگوری بیسیک بلد، ولی چیزه آی اوپنر. خب چی میکنیم؟ عرض کنم که چی داشتیم؟ یه سی داریم و دیگه چی داریم؟ یه سری هم فایبر داریم. من میدونم اون هرچی که هست فایبراش اینه، نقطه هاش هم این بیاد، اینو به من دادن، خدا رو شکر که به من اینو دادن. کلکی من اینه، من میگم آه الان من میدونم با چی که کنم، بیا وانمود کن اون بی هرچی هست این نقطه هاشه، بعد من بهش یه مپ اضافه میکنم، این تبدیل میشه به یک کاتگوری. وقتی شد کاتگوری، اون وقت حرکت هموار روی این کاتگوری معنی داره. درسته؟ میتونم معنی رو فرمال کنم، بعد ببینم آیا اون واقع همین سیه. اگر اینطور باشه خب آره دیگه، اون وقت چک میشه که حرفم بی رفت نیست. همین کارا هم قانونی میشه که دل بخواه نیست بر اساس این دید. اول بی رو میکنیم کاتگوری. آبجکتش باید چی باشه؟ ببین بی این بیه، قراره که حرکت در بی ما بفهم، و آبجکتش که خود همین بی هست، همین هایی که فلان یه بی داره یه سی. منظور از مپی که از بی میره به سی چیه؟ خب چی داریم؟ ما یه فایبر داریم بالای بی، این فایبر البته که فانکشن درسته؟ یعنی برای هر فایبرشنی میگه که این چیه. شما حالا وانمود کنید که اصلا دارین در شکل جنریک میبینینش، فقط فانکتور هستینی، کار به اینستنس هاش ندارین که تو این فایبرشن چی میشه، فایبر تو اون چی میشه. اساسا یه سری فایبر دارین، فایبر رو به معنی آو مثلا یه ای ببینین، یعنی
یه وریه بلیمز. خب فایبر بی و فایبر سی رو ببین، اگه قرار باشه من یه دیسکریت فایبریشن داشته باشم، همین الان بالا دیدین، اگه تو شما هر وقت یه دیسکریت فایبریشن دارین، قبول دارین که یه مپی هست که از این سی، از فایبر سی ما رو میفرسته به فایبر بی، یه مپی از این پایین به اون بالا القا میشه، درسته؟ همین الان بالا دیدیم دیگه که چه جوریه، میگه این تر رو بگیر کجا میره، کلش یکتاست، اینا رو میگیم دیگه. خب و بعد اونم کانونیکلی اتفاق میفته، یعنی اینجوری نیست که برای هر فایبر یه جوره، درست شد؟ برای هر فایبر شنی اساسا یه ماشین هست که این کار میکنه، من با همین توصیف که این ته بالا شکتار، در نتیجه وقتی من ندارم هیچی مپ و اینا، عکس میتونم بکنم، این ریورس انجینیرینگ میکنم، میگم این هر چی هست تو جهت برعکس باید یه مپی از این به این باشه و نچرال هم باید باشه، برای هر وایبریشنی جدا جدا نباید باشه. بنابراین خیلی برعکس نشم که روشن وقت وایبریشن بده، و من خیلی احمقانه نیست که اگه بگم که کاتگوریمو اینجوری تعریف کنم، آبجکتاش اینه، مپ بین بی و سی منظورم یه نچرال ترانسفورمیشن از اف سی به اف بی. خودم اینجوری تعریف میکنم، این کاتگوری تشکیل میده دیگه، زیر کاتگوری فلان، درسته؟ زیر کاتگوری کات، زیر کاتگوری کاتگوری نه، زیر کاتگوری ست به تبار سی اپوزیتیو، ست هم سیه ببخش. بی رو خودم میکنم کاتگوری، بخاطر اینکه وقتی من فایبرامو دارم و تغییر بین فایبرها که تغییر بین ست هاست، حالا نچرال این سی خب دارم و اونم قرار قشنگ اون تغییر بین فایبرها وقتی دیسکریتیم و اینا قرار میمیک کنه این پایینو، این ارتباط یونیکه، یعنی به ازای هر یه دونه یه دونه اون بالا هست، درسته؟ یه لیفتینگ دیسکریت یونیک هست دیگه، وقتی این ارتباط یونیکه خب من پایینی رو همیشه داشتم بالایی رو میساختم، الان بالایی رو به من دادین، الان بالایی که ندادین، در واقع فقط فایبرها رو دادین و من میگم خب من دیگه حتما ایشالله همه یه مپایی که بین فایبرهاست من مد نظر دیگه اونا رو میگیرم، میگم خب این پس چیز یارو بچه هم ممکن ناراحت شیم که خب همه مپو چرا گرفتی تو، ممکنه خیلی زیاد باشه، جواب من اینه که آره ولی من همه مپایی رو گرفتم که نچراله، این آلفاهای من نچراله، نچراله یعنی به همه اون ساختمان مربوط به فایبریشن ها و تغییر بین فایبریشن ها احترام میذاره، این احتمالا دیگه ماکسیموم تواناییه که من دارم اینجا با این دیتا که من دادم. اوکی الان من یک کاتگوری درست کردم، بذار به این کاتگوری بگیم فاندامنتال کاتگوری آف بی، ترجمه میکنی که تکنیکلی این حرف بی خودیه چون بی رو که من ندادن، این در واقع دوتایی سی و این فانکتورا رو من دادن، این پایوان این دیتا، برای چون ما وانمود کردیم که اینا همه فایبریشن های روی بی هن و انگاه معنی قانونی اینا داره، بگیم پایوان بی، خیلی اوقات شما بی رو به من در واقع دادین، هم مثلا الان اگه این بی کاورینگ اسپیس بود، انگار یک اسپیس من دادی همه کاورینگ های روش دادین، فایبراش هم که با شخصا چیه، بعد من میگم آقا پایوان بی، البته یه تعریفی داره برای فضا توپولوژیک ولی حالا اونو فراموش کنین، پایوان بی رو که یک کاتگوری میشه که از قضا گروپایی دم هست تعریف کنین، گروپایی بدنش به خاطر اینه که چیز دیگه بین این فایبر هر وقت که میریم برگشتش هم ممکن، این کاتگوری مربوط به بی، یعنی انگار که بی را که خود یه ست خالی بود من بهش چیز بخشیدم، حرکت بخشیدم از روی دست فایبرها نگاه کردم البته و من کار خاصی نکردم، بعد ممکنه یه داشته باشین خب الان دیگه واضح میشه که آره که این دیسکیت نه اصلا واضح نمیشه، یه کلکش اینه که اینجا همه رو گرفتم، این همه معلوم نمیکنه که شما بتونین ببینینش از داخل سیم، خیلی اصلا روشن اصلا واضح نیست. پایه که بی رو بگیرید و الان من یک وریشن رو معنی دادم بهش که پس وریشن الان مثلا تو اون یارو مثال قبلمون اون وریشن ابستراکت ها، ولی اینجا دست کم معلومه که این وریشن یعنی چی، یعنی این بی هر چی که هست که یه دونه نقطه داره، هر مپی که از اف بره به اف، یه نچرال مپی که از اف میره به اف، هر کدومشی که بگیریم این چیزه، از نظر من که نشستم اینجا
هر مپی که بگیریم یک این مپ هایی که روی بی که گفتم نمیدونم چیه و وریشن های روی بیه، الان من میدونم چیه. اونا در واقع چیزن، مپ هایی از FBF نشرا ترانسفورمیشن های روی. اگه باز کنم و بشینم حساب کنم و اینا، میتونم یک چیز کانکریتی بگیرم که ها اون بیه که ما نمیدونیم چیه و همه چی روش اتفاق میفته، این مپ های روش هم اینه، این یه کتگوریه، فقط یه نقطه نیست. اون دیتا رو میتابونم اینجا، میشه کتگوری. بعد میتونم حالا واقعا بگم روی این کتگوری نرم حرکت کردن یعنی چی، بعد چک کنم ببینم این سی اونه یعنی. این گام دومه. توی کیس هایی هم که واقعا بی خودش یه دونه فانکتور یه دونه کتگوری مرتبط معقول داره، یعنی حرکت نرم آلردی داره، مقایسه شون گاهی معنی داره، گاهی یکی میشن، گاهی یکی کم چیزتر زخیمتر از اون یکی فلان. از قضا مثلا تو این کیس کاورینگ الان روشنه که این بی رو به من بدین، من فراموش کردم فضا توپولوژی که، فقط گفتم سته و مپ های بین اف بی و سی رو هم دیگه نمیگم یه تابع پیوسته، یه مسیر پیوسته بین این اون، میگیرم یک نشرال ترانسفورمیشن از اف بی به اون اف سی. اگه شما این حساب کنین تو این کیس، بذار اصلا بگم بذار این هر دوتاشو بگم چی میشه. اینو اینجا حساب کنیم، اون پایوانی که الان گفتم بالا کمی چیز فاندامنتال کاتگوریه، مثلا حساب کنیم واقعا میشه فاندامنتال گروپ، فاندامنتال گروپوید میشه، واقعا میشه فاندامنتال گروپ به شرط اینکه بی به اندازه کافی خوب باشه، مثلا لوکال کانکتد باشه، نمیدونم چهار چیز بدیهی اینجوری باید داشته باشه که همیشه هست. این واقعا کپچر میکنه این فاندامنتال کاتگوری که دادیم، همون فاندامنتال گروپوید رو از دووری که اومدین، از یه بار از توپولوژی به اون شکل اومدین، یه بار از کاورینگ اسپیس ها اومدین و این یکی شدنش در واقع تئوری کاورینگ اسپیس، فاندامنتال تئورم اف کاور اف دی تئوری اف کاورینگ اسپیس که پوانکار درست کرد. خب که این فاندامنتال تئورم در واقع اینه که این حالا جورای مختلف میشه گفتش، ولی یه جور معادلش اینه که این گروه، این گروپایده که اینجا الان درست کردیم با این، همون گروپایده میشه که از اونور با مسیرا میاد. بنابراین از هر دری که ما رفتیم به این گروپایده، این معلوم میشه که این گروپایده کانونی اینه و به نظر میاد که خب همچین هم کاورینگو گرفتن حرف احمقانه نیست به عنوان دیسکریت فایل بشه. اما البته هنوز کامله، چون من قرار ستینگ کامل رو بگم که چه میتونیم مطمئن شیم و بعد ببینیم آیا اینجا واقعا میتونیم مطمئن شیم یا نه. یک. دو، این ورم اگه حرفمون پرت نباشه، این یارو چون یه دونه نقطه داره میشه چیز دیگه، میشه مونوئیدی میشه که از قضا گروه هم هست. خب مثل اینکه این ور گروپی بود، اصولا وقتی که با فضا توپولوژیک اینا سر کار داریم خیلی اکثرا اون کاتگوری گروپیده، چون هر رفتی را برگشتی است و مسیرها میتونی بری برگرد و اینا هم گروه، اینم یه گروه میشه. و اگر این یه گروه خوبی بشه، به نظر میاد که ما خیلی پرت داریم نمیزنیم. و گروه خوبش اینه، این میشه گالوا گروپ. این میشه گالوا گروپ L رو K. بلد این گالوا گروپ L رو K یعنی چی؟ گالوا گروپ L رو K یعنی همه گروه، همه مپایی که از L میرن به L، همه ایزومورفیزمای در واقع روی L، ایزومورفیزم الجبرایک طبیعتاً دیگه، که کی رو حفظ میکنن، کی یعنی پوینت وایز حفظ میکنن، هر کی کوچولی رو میفرستن به همون کی کوچولی که تو کی، خب همه اونا رو حفظ میکنن. الان مثلا روی این کیس میشه یک مپی که از این الجبرایک میره به خودش ولی دست به کیو نمیزنه، عدد و گویا رو دست. خب بعد اساساً در واقع چیزه جابجا کردن این ریشه هاست، ریشه های این الفا، یعنی هیچی نیست جز اینکه آلفا 1 رو بفرستی به آلفا 2 آلفا 3 همیشه نمیتونه همه ترکیبات ممکن درست کنی ها، بستگی داره، ولی هر ترکیبی هر مپی که بدی در واقع یکی از این جابجایی است، بعضی از این جابجایی ها. خب بین ریشه چیز عجیبی هم نیست، کافی رصد کنید که هر اگه سیگما 1 چیز باشه، ایزومورفیز باشه، سیگمای هر آلفایی که ریشه است خودش هم ریشه است، بخاطر اینکه این سیگما رو از پی میگیریم میشه سیگمای صفر، میشه صفر، سیگمای پی هم چون ضرایب کیوه و با ضرب و جمع هم جا به جا میشه، با کل پولینومیال جا به جا میشه،
سیگما میره تو میشه سیگما آلفا هم یه ریشه است. بنابراین جابجا کردن ریشه هست. هیچی نیست. خب. این میشه گالوا گروپ. خب. اینجا خوبه. چرا؟ برای اینکه این معنیش اینه که یک ما یک ستینگی داریم که داریم به خیلی چیزهای مختلفی تو ریاضی به منزله دیسکریت فایبریشن فکر میکنیم. حرکت نرم و یه چیز. این اینجور فکر کردن به ما یه نوشن کانونی از وریشن میده که اون نوشن کانونی از وریشن همزمان گالوا گروپ و فاندامنتال گروپ رو به عنوان مثالهای خاص خودش داره و بعد این نوشن دیسکریت فایبریشن هم همزمان میتونه دیسکریت فایبریشن کاتگوری باشه یا کاورینگ اسپیس فضای توپولوژیک باشه. هنوز البته مطمئن نشدیم، گام آخر مونده، ولی اگه بشه و بعد این ورم میتونه گالوا اکستنشن نباشه، ساب اکستنشن نباشه، تا میدان های بی جوریه. ولی الان شما میتونی حدث اضافه هم بزنی. حدث اضافه تونی که نکنه اگر این قصه ای که این ورین داره برای ما راجع به گالوا تئوری میگه، میگه این شد خود گالوا گروپ، اگه اون کاتگوری بشه گالوا گروپ، نکنه اون اکویوالنسی که راجع به دیسکریت فایبریشن الان بالا دیدیم، یعنی با هر دیسکریت فایبریشن اساسا یک فانکشن از بتا اپوزیت بی اپوزیت به فلانه، اون اکویوالنس هم شاید بشه همون مین تئورم گالوا. خیلی قشنگ میشه اگر این طور باشه. اون وقت میشه گفت که در واقع داریم تئوری کاورینگ اسپیس و تئوری گالوا رو متحد میکنیم که خیلی زمین داستان رو با هم فرق میکنه تحت یک سناریوی پیور بدیه کاتگوریک داخله. یکم چیز چیپه ولی به خاطر اینکه گفتم هنوز چیم چهار تا چیز مسخره گفتم چیزی کاری نکردم ولی به این قصه میشه اضافه کرد. خب میخوام بگم از ستینگ این که ظاهرا پس دیسکریت فایبریشن خیلی جا هست. خب یه فایده دیگه هم داره، اینه که اگه یک کیسای به من دادین مثلا این میدانا رو میبینی الان تغییر بده به جب، حالا با یه شرط های خوبی مثل که معادلین گالوا بودن باشه یا بیشتر بکن مثلا تو هندسه جبری اسکیم که تعمیم جبر خب که موجود هندسی، من چه میدونم اونجا فاندامنتال گروپ چیه؟ این الان من میگه بگو چی بگیر. بگو شما اینا رو که میدونی معادلاش اونجا چی میشه، در واقع نسخه دیسکریت فایبریشن رو مثل که اینجا میدونی که همون میدان هست، اونجا میدونی چیه، اونا رو بگیر، بعد این به تو چیز میده دیگه، فاندامنتال گروپ، حالا گروپ هایی اونجا گروپه، فاندامنتال گروپ بدید. و من وقتی که من با یه ستینگ جبری مبری کار میکنم که تابع نرم ندارم، وریشنی ندارم به اون معنی، این به من یاد میده که چجوری فاندامنتال گروپ هم بسازم. چه خوب. حالا چرا فاندامنتال گروپ خوبه الان میگم. ولی دستانت هم نشده. شما این ستینگ جنرال رو نوشتی، هر وقت سی به من دادیم فلان دادیم، من یه پایبان بی تعریف میکنم. البته که این گروه میتونه مزخرف باشه، این کاتگوری میتونه مزخرف باشه، چون وقتی به درد من میخوره که من مطمئن شم که این سی واقعا با وریشن های نرم روی بی یکیه، ستایی که تغییر میکنه بی، اگر یکی شد چون من با سی علاقه دارم خیالم راحت میشه که ها پس این چیز آتنتیکه، این اصالتی داره، میشه باش کار کرد. نه تا قبل از اون البته که نمیشه، چون هر سی به من بدی و هر چی به من بدی من یه دونه از این پایبان بیا میسازم و میتونه بر تو پلا باشه، متناظر به اون سیه ولی متناظر به بی نیست، واقعا داره کپچر نمیکنه چیز. بعد مطمئن شم که این سی کاتگوری دیسکریت فایبریشن. چجوری مطمئن میشم؟ خب اینجوری باید مطمئن شیم، باید اون اکویوالنس درست باشه. اکویوالنس چیه؟ این دفعه باید این واسه سی باشه، این ورم باید باشه ست به توان پایوان بی اپوزیت. ببین ما به بی نرم بودن بخشیدیم، حالا که شد کاتگوری، خب بعد ستی که رو نرم حرکت میکنه هم روشنه یعنی چی؟ سی هم که روشنه یعنی چی؟ این دوتا باید اکویوالنت باشه. ولی نه، همینجوری توسط اون فایبرا اونجا میادتونه که اینجوری بود که وقتی فایبرشن میدادی میخواستی تبدیلش کنی به یکی استار، یارو فایبرشن رو برمیداشت، هر یه بی رو میگیره فایبر بالاشو، نه دل بخواه.
خب اینجا اتفاقا همین ماشین فایبرا رو داریم، بنابراین یه مپ کانونی هم اینجا هست. من میگم اون مپ کانونیه کوی بلنس، یعنی یه وارون داشته باشه که فلان. خب مپ کانونی چیه؟ الان اگر من یه ای به تو بدم اینجا، مپ کانونی من باید بذار این اسم اینم بذاریم. الان ای استار باید چی باشه؟ ای استار باید یه بی رو بخونه درسته که آبجکت این توه، یه ست تحویل بده که همون فایبر، فایبر ای رو تحویل بده. خب اف بی که فایبر را بسازه روی ای فایبر داره. خب بعد یک دو باید بگه مپ رو کجا میبری دیگه، درست میگم؟ خب مپ چیه؟ مپ اینجا یه مپیست از ای مثلا به بگو ای پریم افی. خب بعد شما میخوای این مپ رو تبدیل کنی، درسته؟ خب نه ببخش چیز تو یه محله جن، این ای استار الان باید یه فانکتور اینجا باشه، این فانکتور آبجکت تعریف شده، رو مپ هنوز تعریف نشده. رو مپ چی باید تعریف شه؟ باید روی یک چیزه، اون وریشنه که توی پایوان بیه، اون در واقع یه آلفای ای استار آلفا رو باید چی تعریف کنیم؟ تعریف کنیم آلفای ای، آلفای ای یعنی متناظر ایه، این یعنی همونی که از این فایبر میره به اون، همون لیفت هست، همون یونیک لیفت هست، هیچ کاری دارم نمی کنم، همون ورژن ابسترکت همون. یه مپ اگه از ای بره به ای پریم، حالا باید بلد باشم که چجوری از ای استار ای استار برم به ای پریم استار. اینجا با یه نچرال ترانسفورمیشن که نچرال باشه، یعنی باید بگی تو هر بی چجوری بری، یعنی کار من اینه که باید بگم از ای استار بی چجوری برم به ای استار، به ای پریم استار ببخشید بی باز بی، و این باید نچرال این بی باشه، بی آبجکت های اینه دیگه. خب اینو چجوری به تعریف کرد؟ این روشن یعنی چی دیگه؟ این هست اف درسته بی ای، این هم هست اف بی ای پریم، و مپ بین این دوتا خب باید باشه اف بی ای اف درسته، این اف این اف میشه اف بی. این یارو چرا نچراله؟ این هم خیلی چیز خوشمزه ای، خیلی مهم نیست، نمیخوام واقعا چک و به خاطر چک کردنش نمیگم، برای این بامزه است که اگر شما بیاین اینو بنویسین یه چیز با نمک اینجا میبینید، اونم اینه که دایی میزنن. خب یه چیز با نمکی که اینجا باید ببینین اینه که اگر من یه سی هم بگیرم اینجا، بخوام بگم این نچراله، اینی که این بالاست، الان ما دیدیم که این هست اف بیه، اف چشو این هست اف بیه اف، این هست اف سیه اف، اینا اون پارت های نچرال من هم درسته، یعنی اون آلفا های من. این یکی هم که از بی میخوای بری به سی هم، همونی که فانکتور ای استار به تو در واقع میده، که اونی که از بی میره به سی یک چیز دیگه، یک آلفایی بود که از اف بی میره به اف سی، حالا برعکس میره در واقع مهم نیست، این میشه آلفای ای، این هم میشه آلفای ای پریم. خب بعد اینجا بجا بشه که میشه بخواد اینکه آلفا نچرال، مطابق چیزی که بامزه است اینه که آلفا نچرالی که اینجا بجا میشه، اما الان ما در واقع داریم نشایتی رو برعکس مینویسیم، این از نظر ما نچرال ترانسفورمیشنه، این مربوطه به فانکتوره، چیزه سویچ داریم میکنیم بین این دوتا، بازی رو جور عوض کردیم که نچرال ترانسفورمیشن که اینجا باشه تبدیل شد به مپ مربوطه، اون یکی تبدیل شد به فلان با نمک. ولی به هر حال اصل حرف اینه که آقا این هر سی رو چیزه فایبراشو بگیری، فانکتور کانونی اینجا هست، حالا جزئیاتش مهم نیست، یه فانکتور اینجا به شما میده، همونی که باید بده، همونی که خب چون فایبرها رو دادی به من، فایبرها رو بدی بقیش معلوم میشه دیگه. حالا اگر این اکویوالنس بود، من جرأت میکنم بگم که پس اینتیوشن من درسته، یک اینم میتونه فاندامنتال گروپ هایده، فاندامنتال کتگوری یارو باشه، که معنیش اینه که حرکت هم درش معنی داره، به بی حرکت دادیم و اون رو واقعا فرمالی میتونیم به منزله دیسکریت فایبریشن بگیریم، چون اینا واقعا خود این ایزومورفیسم ایزومورف با دیسکریت فایبریشن روی کاتگوری
یعنی میشه به عنوان یک کاتگوری که داره تعقیب میکنه روی حیوان بی تلقی کنه. توی مثال آیا این درسته؟ بله. باید جزئیات. اینجا باید بی فضای توپولوژیک خوبی باشه یکم. این یکی هم یه قیدی که داره این که این فاینایتنس مهمه. فاینایتنس بردارم هم بازم تغییراتش بازم مهمه. ولی فعلا توی کاتگوری فاینایتنس این ست رو توی این قصه من باید با فاینایت ست عوض کنم. بعد درست. یعنی در واقع فایبرای من ست متغیر نرم نیست. ست فاینایت متغیر نرم. این به خاطر جبر که محدود میکنه من به فاینایت. شما ممکن بگید که خب اونم بکن گالوای دل بخواه مثلا دیگه فاینایت نذار که درست چه نه بازم نمیشه. این دفعه بخاطر یه پرو فاینایتنسی اینجای هست. مهمی. حرفم اینه که این قصه رو دیدین که یونیفیکیشن بین این دوتاست و حالا اجازه میده که من برای موجودات جبری خیلی عجیب غریبی که مثلا اسکیم باشن یا الجبرا باشن یا چی هم فاندامنتال گروپ تعریف کنم. حالا چرا فاندامنتال گروپ، گروپ‌هایی فاندامنتال کاتگوری مهمه؟ به خاطر اینکه شما به من یه سی دادی، من به سی، به سی رو من دادی، میگی اینو من خواهم مطالعه کنم. کاورینگ اسپیس دادی، میگی من میخوام مطالعه کنم. اکستنشن فیلد به من دادی، میگی من اینو میخوام مطالعه کنم. خب من سی رو زرنگ بودم تعبیر کردم به یه سری فایبرشن، بعد با این کلک ها گروپایدشو یا فاندامنتال کاتگوریشو درست کردم و مطمئن شدم حرفم چرند نیست. و حالا چی به دست میارم با این کلک؟ این که این سی در واقع هیچی نیست جز این، همون ستی که نرم حرکت کنه. خب یا به تعبیر دیگه میتونی اینو یه فوق چیز ببینین دیگه، این یه سته با یه اکشنی از این، اساسا سته که داره ول میچرخ. ببین چیزی که به دست میاری خیلی مهمه. چیزی که به دست میاری اینه، یک میتونی از امروز وانمود کنی که من کاورینگ اسپیس خب یه پدیده توپولوژیکه، کاورینگ اسپیس یه سته و خب یه اکشنی هم داره یا یه جور وریشن خاص داره. همه ی اون دیتای توپولوژیک یا دیتای جبری اون برای که میگه سری فیلد تو هم همش رو میکشم بیرون، وانمود میکنم با یه ست طرف هم. اون دیتا رو میکنم توی این و این کد میشه برای هر یه مثال و تو اون اکشنه. خب اولا که خب من کار آسون میکنم، میگه تو رو به ست کار میکنی. دوم فهمیدن سی رو ریدیوس میکنه به فهمیدن این کانکشنه، به من راه رفت و برگشت میده که من سی رو علاقه دارم میرم میام. این خود گالوا تئوریه دیگه. اینجا من فیلدای این بین رو دوست دارم بلد بشم. این میگه ببین فیلد و اینا سخت، خب چون میخواد ساختمان جبری داره اینا. بیا یک کار کن فیلد آقا سته، فیلد یه ست توش میدی، هر فیلد این بین یه ست، در واقع اون ست هم اینه، ست اکستنشناش با فایبر است. یه ست. حالا چون اینجا یه دونه نقطه هم داریم، یه ست. چیزی که مهمه اینه که این ست رو چجوری به خودش مپ میکنی یا همون اکشنه رو ست. اکشنه اینه. برای اگه واقعا جدی دوست داری یه دونه فیلد رو این وسط بفهمی، کافیه که اون ست رو بفهمی با این اکشنه. ولی اگه کل سی رو میخوای بفهمی، یعنی کل این فیلد رو میخوای بفهمی اون وسط چه خبره، همین یه دونه رو بفهمی، همین گالوا گروپ رو بفهمی بس. این تناظر گالوا اینه دیگه که میگه تو با فیلد میخوای سکله بزنی، نمیدونی با چیکار کنی، ول کن آقا، کل فیلد رو میخوای، نه یه فیلد خاص رو باید اکشن رو ست بزنی، یه فیلد کل فیلد رو میخوای سر در بیاری، سر در نمیاری، مهم نیست، بنداز اون ور، این گروه رو بگیر، این همین پایوان است، این اسنس سیه. بخاطر این فاندامنتال گروپ اینا مهمه، این اسنس سیه، اسنس اکستنشن است. اینو برو خونه مطالعه کن، هر چی یاد گرفتی خب. این اکویوالنس هم خود گالوا اکویوالنس درسته. یا تو کیس چیز میگه که کاورینگ اسپیس میخوام مطالعه کنی، یه ستی است که داره تغییر میکنه روی فاندامنتال گروپ، اما دوست داری همه کاورینگا رو بفهمی، فاندامنتال گروپ رو بفهمی، کافیه کاتگوری کاورینگا بشه مثل اون ور بگی اما یه فاندامنتال گروپ داره. حالا از قضا این فاندامنتال گروپ رو میشه ثابت کرد با اون فاندامنتال گروپ که یه جور دیگه هم اومده با هم یکی ان، دو تا هندل داری برای مطالعه کردن فاندامنتال. این قصه که من الان تعریف کردم تا اینجا یک میزانی ناکافیه. چرا؟ به خاطر اینکه من این ابستراکت نانسنس گفتم، به ما شهود میده که تو شکل جنرال کی چه جوری وریشن بدیم، چه جوری مطمئن شیم که این درست و اینا، ولی هندل واقعی به من نمیده.
یعنی من اگه به شما این کاتگوری سی رو بدم یا این کاتگوری سی رو بدم، به تو نمیگه که این اکویوالنس که اتفاق میفته، فقط میگه که اگه بیفته خوب میشه. خب این قصه ناقصه تا وقتی که یه سری شرایط مثلا باشه کافی معقول که در عمل اتفاق میفته، که ما اینا رو میذاریم رو سی، بگیم مثلا آقا سی ترمینال داره، سی نم ال داره، بل داره، چهار تا ویژگی سی بذاریم، 5 6 تا روی این افا بذاریم، بگیم این افا مثلا فلان چیز رو حفظ میکنه، نمیدونم ایزومورف رو رفلکت میکنه، 5 تا شرط معقول بذاریم که با دست میشه چک کرد توی همین کیسا مثلا. یعنی بحث پرکتیکال، بحث نظری. بعد مطمئن اون شرایط منو مطمئن کنه که همیشه اینجا این اکویوالنس اتفاق میفته وقتی این پایه رو تعریف کنیم و فلان. اون وقت من واقعا گالوا تئوری جنرالایز دارم، درسته؟ که اپلای میتونم همه جا بکنم، همه جا که خیلی جا میتونم اپلای بکنم، نه؟ و بعد واقعا تا اینجا ستینگ رو یونیفای کردم، واقعا تئوری رو هم یونیفای میکنم، تئوری گالوا رو با تئوریه، یعنی تئوری گالوا ثابت کردن این اکویوالنس است، تئوری کاورینگ اسپیس ثابت کردن اکویوالنس است، ثابت کردن این اکویوالنس رو فرمال میکنم، همه این تئوری ها متحد میشه، بعد اپلای میکنم روی مثلا که الجبرا، روی اسکیم، روی جایی که نامعلومه که وریشن اینا باید چی باشه، و بعد کارم هم آسونه چون دیگه لازم نیست اکویوالنس رو با دست چک کنم، این سیه اون شرایط اولیه‌مو داره، تئوری به من در جا میگه که این بلاکش. خب این منصفانه است که بگیم که این نسخه چیزه الگنتیست از گالوا تئوری و یونیفیکیشن چیزه خیلی نامربوطی هم هست بین کاورینگ اسپیس و فلان. این گالوا تئوری بهش میگن گروتندیک گالوا تئوری. اینو گروتندیک درست کرده تو SGA 1 سمینار الجبریک جیومتری 1 سری کتابه، که یکی از مهمترین اهداف اینه که فاندامنتال گروپ مثلا برای اینا رو بلدیم، برای فیلد رو بلدیم، برای اسکیم که اول میره جب بعد از جب اسکیم، اینا ترتیبه چیزه، اسکیم رو نمیدونیم. اسکیم یه جور وضع توپولوژیکی است که در واقع جبری ساخته شده و بعد آدم انتظار داره که اونم فاندامنتال گروپ داره، چطور توپولوژی ها دارن، اینم فاندامنتال گروپ داره، ولی اینجا نرم و نمیدونم فلان و اینا همچین روشن نیست، هوموتوپی و اینا باید چی باشه. و الان این ماشین رو درست کرده گروتندیک که گالوا گروپ رو بگیره، گالوا گروپ که نه، گالوا گروپ رو در واقع تعمیم بده، گالوا گروپ و این یارو فاندامنتال گروپ یا فاندامنتال گروپ رو تعمیم بده به فاندامنتال گروپ مثلا اسکیم. خب چرا دوست داره اونو؟ به خاطر این همین دلیلی که اینجا گفتم، به خاطر اینکه یک اولا که خب چیزه این یک مستقل از اولا کمی که گفتم که این سی یه کاتگوریه، اونجا کاتگوری مهمیه، فهمیدن این فهمیدن همون فاندامنتال، یعنی همه ی اسنس رو کشیدن بیرون، یکی این خوبه، دو این که فاندامنتال گروپ های داشتن کمک میکنه من هرچی دست با فاندامنتال گروپ های کار کردنی که دارم تو توپولوژی رو تقلید کنم اینجا، یعنی تو کانتکست جبری با اینتویشن توپولوژی که هم شروع کنم چیز میثابت کردن، این هم خوبه دیگه. دومم اینه که به من یک چیز میده، همون کار فاندامنتال گروپ چیه؟ این وریانت به من میده که مثلا دو تا چیز یکی نباشن، بخوام بگم یکی نیستن، پایباناشو حساب میکنم یکی نباشن یکی نیستن به لحاظ توپولوژیک، مثلا مثل آر و اس وان که یکی نیستن چون گروپ های فاندامنتالشو فرق میکنه. این هم به تو یه هندلی میده که با فاندامنتال گروپ رو به عنوان این وریانت استفاده کنه، انگار این الجبرایک توپولوژی رو توپولوژیشو جابجا میکنین با توپولوژی هایی که الجبرائیک هم درست شده باشه، مثلا یه جور مرج الجبرائیک توپولوژی با الجبرائیک جیومتری. خیلی خب ببخشید من خیلی حرف زدم، ولی به نظر من قصه بامزه شنیدنی. اگر سوالی دارین هم میتونین اون یارو رو وصل کنین چون من اینجا نمیبینم، از من بپرسین با صدای بلند، اگر هم نه من فکر کنم که به اندازه کافی حرف زدم دیگه واقعا و میتونیم بریم. ظاهرا شما هم خسته شدین دست من، خیلی هم عالی. عالی. خب پس بریم تا انشالله دو هفته یه بعد برگردیم ببینیم که باید چه کار کرد. ممنونم، مرسی.
و خدا نگهدارش. اگه موافق شما بتونی اینو قطع کنم که نمیشم. من دیگه